من سال 92 یه سگ آسیب دیده پیدا کردم که قطع نخا شده بود، تقریبا آوردم پناهگاه که فرستادنش آمریکا و طریقه آشناییم با وفا اینجوری بودش. سال 84 یه سگ خریدم که فروردین امسال فوت کرده. بعد از اونم دو تا سگ از پناهگاه آوردم، یکیشو تیر سال گذشته و تا میرم مرداد سال گذشته. فیدل همیشه هم خیلی حرف گوش گنتر از سگی بوده که از 5 ماهگی پیش من بوده و تامی خیلی قدرشناستر بوده از سگی که خودم بزرگش کردم، پس هیچ تفاوتی نداره. سگا با آموزش درست فرمان پذیر میشن، خیلی از کارا رو یاد میگیرن. قطعا از تامی نمیشه توقع نگهبانی داشتش، ولی فکر نمی کنم توی هوش واقعا تفاوتی داشته باشن با هم دیگه. یا فکر کنیم سگ 4 ساله دیگه آموزش نمیبینه، باید حتما از کوچیکی بزرگش کنیم. تامی 11 سالش بود اومد پیش من، حتی یک بار خطای دستشویی کردن نداره، پس ارتباطی حتی به سن و سال یا نژاد هیچی نداره. همه چیز بستگی به صاحب سگ داره. تامی قرار بود موقتا 1 ماه پیش من بمونه و قرار بود بره خارج از کشور. به حالا دلایل کرونا و بیماری و محدودیت ورود حیوانات منتفی شد و من تامی رو به این دلیل نگهش داشتم. مثلا نگهداری از تامی یکی از کمک‌هایی بوده که به پناهگاه کردم، یا درست کردن خونه واسه زمستون، دارو اگر واسه شون تهیه کردم گاهی اوقات، کمک نقدی هم بوده. مثلا اینا رو گلدم 400-500 تومن درست کردن، درست زحمت داره، ولی 4 تاش مثلا 2 میلیون تومنه، ایشون با 1/4 هزینه درست. اینجا اگر زمانی فرصت کنم توی شونه کردن سگا کمک بکنم یا کارهای از این دست. تامی کلن یه سگ افسرده بود که هیچ امیدی به زندگی نداشت، غذا نمیخورد، حتی بهترین غذاها رو پرت میکرد اون بر، ولی الان خدا رو شکر هم خوب بازی میکنه، هم خوب اشتها داره. درست خاطرم باشه مثلا گوشت باسش کباب میکردیم که یه خورده VIP تر بهش برسیم. مشکلش روحی بود، روحی بیشتر جسمی. من خودم دلم میخواد 20 تا سگ پناهگاه رو نگهدارم، ولی توانایی نگهداری 20 تا سگ رو ندارم. پناهگاه هم همینطوره، ظرفیتشون محدوده، یعنی درست نیست آدم توقع داشته باشه من برفرض دارم ماهی 1 میلیون به پناهگاه کمک میکنم، پس باید اگر سگ بیمار دیدم پناهگاه بیاد این سگ رو قبول بکنه. منم سگ آوردم پناهگاه برای درمان، درمانش رو انجام دادن، برش گردوندم. قطعا درست نیست توقع داشته باشیم که پناهگاه هر کیسی که ما دیدیم کنار ما باشه.